تست 236 با توجه به داده های جدول دلتا اچ واکنش زیر چند کیلو ژول است؟ خب ما میخواییم دلتا اچ واکنش تعیین بکنیم. چی رو به ما داده؟ آنتالپی های پیوند رو به ما داده، نوع پیوند و آنتالپی پیوند. یعنی در ذهن ما چه میگذرد؟ در ذهن ما این رابطه میگذره که آقا دلتا اچ واکنش برابر است با مجموع آنتالپی پیونده واکنش دهنده ها منهای مجموع آنتالپی پیونده فراورده ها. یه ذره دست خط ما به کلماتی که به کار بردیم دقت بکنید. دلتا اچ واکنش میشه مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها منهای مجموع آنتالپی پیوند فراورده. دیدگاه کنکور 99 هم بود. برای این داستان چه باید کرد؟ باید ساختار در واقع یا ساختار لوئیس گونه های شرکت کننده را رسم کرد. یعنی شما تو ذهن خودتون باید بیاین C3H8 یا همون پروپان رو در نظر بگیرید. این C3H8 اینا هیدروژن هست. این رو باید تو ذهنتون داشته باشید. سوختن اون رو داره در نظر میگیره به اضافه O2، یعنی اینجا به اضافه O2 رو در نظر بگیرید. حالا دیگه حالا جفت هاش رو نمیذارم چون به کارمون نمیاد، شلوغش نکنیم. سه تا CO2 داره اینجا، این پنجه اینو قرار بدم که بعدم تو محاسبات به مشکل بر نخوریم. سه تا CO2 داره. سه تا CO2 شکلش به چه صورته؟ این CO2 به اضافه 4 تا هم H2O داره. 4 تا H2O. H2O هم که شکلش به این صورت. بنابراین بیایم با هم دیگه بررسی بکنیم. اینجا شما تو این حالت C3H8 چند تا پیوند کربن کربن دارید؟ یه دونه اینجا کربن کربن دارید، یه دونه هم اینجا کربن کربن دارید. پس دو تا کربن کربن دارید به اضافه چند تا CH دارید؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. یادم بگیرید دیگه، یه ذره سرعت عملتون رو ببرید بالا. تو این ترکیبا که آلکان هستن مثل C3H8، تعداد CH شما معادل همین زیربند هیدروژنتونه. یعنی 8 تا CH دارید، CH. کربن کربنتون اینجا زیربند کربن رو نگاه میکنید، وقتی سه تا اصلا بینشون چند تا کربن کربن میشه؟ دو تا. یعنی NMN های یک بعد در نظر بگیر. حالا ما واسه تو رسم کردیم، ولی شما یه ذره سرعتی تر برخورد بکنید. به اضافه 5 تا O2 هم که اینجا دارید، 5 تا اکسیژن اکسیژن. این طرف خود این CO رو نگاه بکنید، یه دونه CO اینجا دارید، یه دونه CO اینجا دارید، میشه چند تا؟ دو تا CO. یه ضرب در 3 هم داره، میشه 6 تا CO. این هم از این. به اضافه اینجا توی H2O یه دونه OH، اینم دو تا OH. پس تو خودش دو تا OH داری، یه ضریب 4 هم داره، میشه 8 تا OH. مرحلت بکنید، جایگزین بکنید اعداد رو. کربن کربن رو چقدر داده؟ 348. 348. کربن هیدروژن رو بهتون چقدر معرفی کرده؟ 415. 415. اکسیژن اکسیژن رو جا افتادم. اکسیژن اکسیژن رو چقدر معرفی کرده؟ 495. کربن اکسیژن رو 799 تا. 799 تا. و اکسیژن هیدروژن رو 463 تا. 463 تا. دیگه از اینجا به بعدش دیگه میشه ضرب و تقسیم، که حالا ضرب و تقسیم رو انجام میدیم. یه مقدار فاصله ها، یه مقدار فضامون کمه، امیدواریم که بتونیم این رو بپوشونیم. اینجا 2 8 16 1 2 4 8 با 1 9 2 3 6. این از این. این بر 8 5 40 4 8 1 با 4 12 1 4 8 32 با 1 33. اینو بریم با هم دیگه، میشه 5 5 25 2
5 9 45 با 2 47 4 4 5 20 24. اینا رو اگر با هم دیگه کلش رو جمع بکنیم، کل اینا رو جمع بکنیم، یکاناشو نگاه بکنیم، 5 با 6 11 اونم که 1 بمونه، 0 اینجا، 7 9 18 با اون 1 19 دوباره 1 دوباره 1 اینجا 91 رو داشته باشیم، 1 رو داشته باشیم. سومین عدد 4 با 3 7 با 6 13 با 1 14 دوباره 1 آخرین عدد این که نداره 3 با 2 5 با 1 6. این کل اینجا. بریم اون طرف قضیه، بریم اون طرف قضیه، این رو بریم، این رو بگیرم 800 که 6 8 بشه 48 بشه 4800، 4 تا ازش کم بکنم 4800 4794. این از این، این رو برم 3 8 24 2 6 8 48 با 2 50 5 4 8 32 با 5 37. دیگه کار رو با هم دیگه جمع بکنم ببینم به چه صورت شد. آه اینو که دارم، اینم کلش رو حساب بکنم، رنگ خودکارمون تغییر بدم، کل اینا بریم اینجا 4 و 4 8 4 و 4 8 این که 3 با این 9 چیزی نیومده فعلا، 7 و 7 14 1 اومده، 3 و 4 7 با 1 8. دیه که من چقدر شده؟ 6491. دیدوم و مجموعش چقدر شده؟ اونقدر شده. الان قالب کیه؟ اونه. خب میایم قالب رو، یعنی 8498 رو منهای 6491 میکنیم، این میشود 7، این میشود 7، این میشود 0، این میشود 0، این میشود 2، 2007. خب فقط دیه که منهای دی دوه و دی دو چون قالبه علامت منفی میگیره، رها کنید، این علامت منفی، این عددتون الان چنده؟ 6491. این عددتون الان چقدره؟ 8498. کی قالبه؟ این بزرگتره، پس باید آخرش علامت چی بگیره؟ منفی. منفی 2007 در جواب گزینه چند هستش؟ 4.